دوستان سلام به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید تلخی افلاق را اندام موزون حق نکرد استکانم شد کمرباری که چایم تلخ مان احتمالا از این شعر متوجه شدید که موضوع این ویدیو اون چیه تغییرات فیزیکی خودخواسته یا همون جراحی زیبایی اسم این ویدیو دنیای سیلیکونی ما فانتزی یک مرد جراح اولین که به دنیای سیلیکونی ما خوش اومدید بعد از اینکه به راحتی ولی با هزینه معنوی بسیار رو با دنیای مجازی و اینترنت در هم آمیختیم این بار دنیامون رو تبدیل به دنیایی مملو و سیلیکون و ژل کردیم جهانی برجسته بیچروک لغزنده و به همون اندازه فریبنده همونطور که برخیمون بعضی از اعضای بدنمون رو اغراق میکنیم تو این ویدیو میخوایم مسائل رو اغراقآمیز بیان کنیم اول سوال مهمه رو بپرسیم به نظر شما طرح یک همچین جهانی اولین بار در ذهن چه کسی شکل گرفت واضحتر بپرسیم این کسایی که به صورت سریدوزی و ماشینی در حال شباهت پیدا کردن به همدیگه هستند محصول فانتزی ذهنی کدوم جراح دیوونند چرا این جراحی ها و بزرگ کردن ما فقط در اندمهای ظاهری و جنسی و بدتر از همه بیشتر در زن و نه مرد چند سال یکی رد پای مردی بل و شهوت پرست روی بدن زن ها داره اونها رو تبدیل به عروسک جنسی میکنه قصه تلخی در حال شکل گرفتنه ماجرا رو در ایران نفشه رفت کنیم از کی شروع شد و به کجا ختم میشه خیلی همون فکر میکنیم جراحی پلاستیک و زیبایی در ایران فقط مختص 20 سال اخیره نه اصلا اینطور نیست به این عکس نگاه کنید بریده از یک روزنامه قدیمیه به نوشته ها توجه کنید یک بانو که بینی طویل و قوزداری داشت با عمل جراحی صاحب بینی زیبا و متناسبی شده با چاقو اره و چکش چهره و اندام شما رو تعمیر میکنیم. گوشت ران و ساق پا به محل سوختگی صورت وصله و پیر نمی اینا بخشی از جمله‌ایه که برای جذب مشتری تو آگهی‌های تبلیغاتی یک متخصص جراح پلاستیک در سال 1333 در روزنامهای کسیرل رو انتشار منتشر کرده. تاریخچه جراحی پلاستیک در ایران برمیگرده به سال 1316. یعنی زمانی که دکتر سیروس اوسانلو یکی از پزشکای بیمارستان رازی واسه دیدن دوره آموزش جراحی پلاستیک به انگلیس و آمریکا رفت. و دوره تخصص جراحی پلاستیک رو در کنار بزرگترین نوابق جراحی پلاستیک اون دوران گذر. دکتر اوسانلو که اون رو به حق پدر جراحی پلاستیک ایران مینامند بعد از بازگشت به ایران در سال 1330 بخش جراحی پلاستیک رو در بیمارستان هزار تختخوابی تهران راه اندازی کرد و اولین جراحی زیبایی و ترمیمی رو در این بیمارستان برای متقاضیان و بیمارا انجام داد. دکتر اوسانلو همزمان تربیت و آموزش دانشجوهای بسیاری رو در این زمینه آغاز کرد و تعدادی از جراحهای ایرانی رو برای آموزش تکمیلی در شاخههای جراحی پلاستیک به خارج از کشور فرستاد اما فعالیت این پزشک متخصص جراحی پلاستیک به همینجا ختم نشد اوسانلو بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی رو در دانشگاه تهران فعال و تیمی از بهترین متخصصان جراحی دنیا رو برای فعالیت در این مرکز به ایران دعوت کرد. این تیم در شاخهای مختلف جراحی پلاستیک و ترمیمی از جمله جراحی جمجمه، فک و صورت، جراحی ناهنجاری‌های مادرزادی و غیره تبهر داشتند. در اون سالها انسان‌ها خیلی علاقه به ابراز وجود و زیبایی خودشون نداشتند. شاید بگید امکان جراحی زیبایی در ایران وجود نداشته. اما امکان جراحی زیبایی در ایران بوده. نسرین خانلی جوون و فرود فرخزاد شاعر بزرگ ایرانی بینی خودشون رو جراحی کرد. از اونجایی که در اون دوران ایران اون روز مردمی صمیمیت‌تر و بیریاتر از امروز داشت. اکثر مردم نیازی به تغییر یا ابراز وجود خودشون نداشتند. و این نکته سادگی و بیریایی آدم‌های اون روز جامعهمون، حسرت امروزمون رو از نداشتن همچین جامعه‌ای بیشتر می‌کنه. ما به این قضیه معتقدیم که جامعه ظاهربین انسان‌های ظاهرساز به بار میاره. نتیجه این نظریه ما وضعیت کنونی ایرانمونه. اکثرمون نمی‌خوایم خود واقعیمون باشیم. اکثرمون در حال فرار از خود و ابعادمون هستیم وقتی نمیتونیم جسم و ابعادمون رو قبول و مدیریت کنیم دیگه نباید انتظار داشته باشیم که بچه ها یا جامعه خوبی به بار بیاریم وقتی از داشته های فیزیکی خودمون ممنون نیستیم با این نارضایتی نمیتونیم فضای آروم و دلپذیری واسه خودمون و اطرافیانمون درست کنیم همه چیز هلوهوش مود و چالشها این مود ترنتا هستند که دارن به مردم و جامعهمون خط میدن اصلا این مد چیه که به خاطرش آدم ها و به خصوص ابعاد مختلف بدن زن ها یک سره در حال تغییره یه وقتی لاغری یه وقتی چاقی یه وقتی هم اغراق بعضی قسمت های بدن از لب و گونه بگیر تا سینه و باسن و غیره انگار پشت سر این تغییر هم یه فانتزی مردونه پنهونه این دفعه استاد خیمه شب بازی چه بودی از بدن کرده تا اونو مد و استاد خیمه شب هم ارضا بشه چرا تو جهان مدرن امروز همش از زنها میخوان بدنی لاغر بدون شکم با برج سیگی های خاص و غیره داشته باشن جواب مشخصه بغیر از سیستم اقتصادی که از این جراعی ها سود مالی میبره جمعیتی از انسانهای های متمبل و ثروتمند رو که در بینشون برخی سیاسی رو هم میبینیم اینا سعی دارن به دنیا جهت بدن و اون رو به سمتی ببرن که خودشون میخوان اونها میخوان ما رو در بخار لذت تن خودشون خفه کنن این قضیه فقط در مورد زنها نیست این فانتزی جنسی اونها داره دنیا رو به هم جنس گرایی سوق میده میگید نه افتتاحیه المپیک 2024 پاریس رو به دقت نگاه کنید اکثر سمبول ها جنسی و رو به هم جنس گرایی میزنه نکته جالبتر تر فرانسوی بعد از افتتاحیه که از لحاظ گرافیکی و طراحی زیباترین افتتاحیه تاریخ اما از طرف دیگه شرم افتتاحیه ورزشی بود شما فقط به ماسکوت یا همون سمبل المپیک پاریس دقت کنید عروسک قرمز رنگی که به شکل واژن اندام جنسی خانمها ها طراحی شده اینها نظریه نیست نکته های تایید شده خود فرانسوی هاست دنیا بازی که هر کس فقط یک جون توش داره فرصت اشتباه نداری مثل بازی کامپیوتری هر ضربه هر جراحی زیبایی تو از خودت و سلامتیت دورتر و دورتر میکنه به خاطر نگاه و جلب توجه یک مشت هوسباز چشم چرون سلامتی روحی و جسمیمون رو به خطر نندازیم. جراحی زیبایی جزء موهبت‌های علم پزشکیه. به شرطی که به موقع و به جا ازش استفاده بشه. 25 سال پیش خانومی رو میشناختم که رو جراحی کرده بود. اون دوران جراحی ها خیلی سخت و تحملش عذاب آور بود. وقتی داشت درد میکشید گفت: دوران بچگیم که هیچ خبری از پیشرفت علم پزشکی و جراحی نداشتم، هر وقت جلوی آینه وامیستادم و بینی بزرگ و قوزدارم رو نگاه میکردن همیشه آرزو داشتم تا یه روز این ایراد ظاهریم رو برطرف کنه. و امروز هر عذابی رو واسه از بین بردن این ایراد ظاهرین تحمل میکنم میبینید جراحی زیبایی به جا و به موقع چه لطف بزرگیه با تغییر عباد بدل تصور فرد نسبت به خودش هم تغییر میکنه و تطبیق پیدا کردن با همچین تغییری مستلزم گذشت زمانه افرادی که برونگرا هستند و روابط اجتماعی بیشتری دارند نتایج جراحی رو بهتر تحمل میکنند تا افرادی که درونگرا هستند و روابط اجتماعی کمتری دارند. درمان بیماری های مثل دیابت و سرطان ارتباط زیادی با اختلالات روانشناختی بیمارا نداره. ولی جراحی پلاستیک و به خصوص جراحی زیبایی رابطه ای تنگا تنگ با مسائل روحی و روانی شخص داره. به طوری که میشه گفت تو بیشتر موارد در صورت اختلالات روانی فرد جراحی زیبایی بی تاثیر و گاهی هم تشدید کننده این اختلالات روانیه در واقع شخصی که دچار استراب و وسواسه هر چه جراحی زیبایی مثل کبریت در انبار باروت میتونه تشدید کننده این اختلالات روانی باشه بعضی وقتا افراد برای رهایی از استراب درونی خودشون اقدام به جراحی های زیبایی مخصوصا جراحی بینی میکنند و بعد از جراحی به نتیجه مطلوب خودشون نمیرسند و استراب اونها تشدید هم میشه بهترین جراحی در این بیمارا میتونی تونی بدترین نتایج رو به بار بیاره. پس به راحتی خودتونو، رو, رو به تیغ جراحی زیبایی نسپارید، مگر اینکه یعنی همه ابعاد و عواقب جراحی زیبایی رو در نظر گرفته باشید. و اما سخن و آخر. چه مرد، چه زن، خودمون رو از نگاه هیچ جنس موافق و مخالفی نگاه نکنیم. خودمون رو با هر بود و زیبایی قبول کنیم. چون زیبایی نسبیه و از منظر هر شخص میتونه متفاوت باشه. زیبایی با توجه به نگاه و سلیقه هر شخص متفاوته. و مود نمیتونه تعیین کننده زیبایی باشه اگه یک روز شلوار پاچه گشاد مد بود و حالا نیست فقط به یه حرکت دست خیاط بسته است راحت اون پارچه و دنپای شلوار رو تنگش میکنه ولی بدن و ابعاد ما پارچه نیست که بدون هیچ عواقب و آرزه به راحتی شکل جدید به خودش بگیره یادمون باشه شاید سلامتی و هیچ ثانیه سپری شده ای از عمرمون به عقب بر خودمون رو بازیچه مد و استاد خیمه دوران خودمون مدیا نکنیم. دوستان در اینجا به انتهای این ویدیو رسیم. مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم نظرات با ارزشتون رو برامون کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم وقتتون به خیر و خدا نگهدار